در مورد حضورتون و برخورد با مولا محمد که توی کنفرانس و علی روزی حضور دارید توی استودیو محمد گرد تو بود که سند داشت در واقع امیدوارم که همه چی هماهنگ بشه فراهم بشه برای این کار مستمر مستمر سینمایی ساخته بشه. خوشحالم امروزم بازی رو دیدم، تماشاچی ها خیلی خیلی خوب تیم رو تشویق کردن، چون برای توی هفته هم از خوب اومده بودم برای بازی با اینکه ترافیک خیلی سخته و برای تیم هم مثل همه ایرانی ها آرزوی حضور خیلی خوب دارم در بازی های جام جهانی روسیه. خودتون حضور پیدا میکنید در روسیه؟ احتمال خیلی زیاد این گروه باید بیان روسیه برای اینکه ادامه مستند رو اونجا بسازن. این دلیل علاقمندی شما به ساخت مستند کارلوس کیروش دلیل خاصی داری یا شخصیت ایشون شخصیت کاراکتر سینمایی به دیدگاه شما؟ مربی ها یا در واقع سرمربی ها شباهت زیادی به کارگردان ها دارند، یعنی هر دو در بیرون صحنه هستند و هدایت میکنن یک مجموعه رو و معمولا وقتی که در کار ما وقتی کار خوب میشه خب همه تحسین میشن، وقتی کار خوب در نمیاد معمولا خود فیلمساز مورد انتقاد شدید قرار میگیره. فکر میکنم در کار سرمربی هم اینطوره، یعنی وقتی خب تیم خوبه همه تشویق میشن، کافیه تیم یه بازی بد بازی کنه به بازه و همه کسی بزن سر سرمورد میشید. چه چیزی توی آقای کیروش از لحاظ کاریزماتیک برای شما در واقع جذاب بوده؟ من فکر میکنم که خیلی آدم مدیر و مدبر و جنگنده و تو مربی هایی تا اونجا که حافظه من یاری میکنه تو مربی هایی که خارجی هستن و ایران اومدن برای سرمربیگری تیم ملی ما بیش از هر کسی دوام آورده و خود این برای من حائز اهمیت هم چیزی بوده. تا 8 سال الان آقای کیروش سرمربی تیم ما هستن با همه فراز و فرودهایی که بوده، مسائل و مشکلاتی که بوده، اندوه و ناراحتی و شادی و خوشحالی هایی که بوده و فکر نمی کنم که از تاریخ فوتبال ما اسم کیروش رو بشه پاک کرد. به نظرم فرصت خوبیه که راجب این چهره که هم از یه جهاتی کاریزماتیکه، هم از یه جهاتی خیلی شخصیت بحثی داره بشه یک فیلمی ساخت. فکر کنم فرصت مناسبیه. آقای فتحی، حالا شما تو شخصیت پردازی خیلی قوی هستین، به نظرتون آقای کیروش شبیه کدوم شخصیت هستین؟ خودش خیلی من به این فکر نکردم، اما فقط میتونم بگم که از نظر دراماتیک خیلی شخصیت جذابی دارم. معمولا شما از کنار بعضی از آدم ها خیلی راحت عبور میکنید، رد میشید. آقای کیروش جز اون گروه از آدم هایی که وقتی از کنار رد میشی باید متوقف بشی، مکس کنی، بهش دقت کنی و به هر حال شخصیت بلاز روانشناسی بسیار در واقع کاریزماتیکی داره. خیلی ممنون.